بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 13 اسفند 1397 و برابر است با 4 ماه مارس 2019 میلادی. این برنامه سربی با مردم از تلویزیون مردم از واشنگتن برای شما پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من نمیدونم، شما هم حتما همین احساس رو دارید وقتی که یه جوان ایرانی بعد از زحماتی که پدر مادرش میکشن اینها موفق میشن، شما افتخار میکنید و مخصوصا اگر بشناسید اونا رو، فامیلشون رو بشناسید و به اصطلاح به جامعه خودتون در آمریکا بیشتر امیدوار میشید. اجازه بدید من تاریخ رو اینجا هم برای شما بنویسم که چه روزی هست. یک لحظه، بله امروز اینجا تاریخ رو گفتیم ولی اینجا نوشته نشد. حالا مهمم نیست. 4 بله درسته، شد 4. بسیار عالی. یه دونه تاریخ هم براتون به فارسی بنویسیم، اون دوشنبه 13 اسفند، که دیگه هیچ اشکالی وجود نداشته باشه. سعی میکنیم کار خودمون رو بی نقص، مگه میشه کاری هم نقص نداشته باشه؟ در صورت برگردیم به این ماجرا. ما چندین بار تا حالا از وجود آقای دکتر شهرام ایرانبومی استفاده کردیم، وکیلی که در آلمان هستن و پرونده های مختلف یا به قول آمریکایی‌ها کیس های مختلفی که دارن، ما ازشون میخوایم بدون اسم بردن از طرف یا حالا چه موکل چه وکیل چه شاکی به اصطلاح بگن اون ماجراها رو برای من شما، که برامون درسی بشه و ما از تجربیات دیگران به نحو احسن استفاده کنیم. یکی از چیزهایی که من فکر میکنم در جامعه آمریکا، آلمان، کشورهایی که به اصطلاح قانونمند هستن، اصل و اصول کشور بر اساس قانون گذاشته شده، شما اگه نگاه کنید این پدران این مملکت، اون 4 نفری که نشستند و قانون اساسی رو نوشتن، اینا همه قانوندان بودن، همه وکیل بودن و این مملکت اصل پایه و اساسش بر روی وکیل، دادستان، قاضی این میچرخه و ما اگر بخوایم در این جامعه موفق باشیم باید ما هم یاد بگیریم چجوری از اینها استفاده کنیم. چجوری از اینها استفاده کنیم؟ خب من یادم یه زمانی رفتم مثلا میخواستم یک کورپوریشن یا یه شرکت سهامی تشکیل بدم، وقتی که اون موقع که مثلا اینترنت و اینا نبود، وقتی که به این کتابخونه های مختلف مراجعه کردم، کتابا رو گرفتم، دیدم یک مثلا یه میز تنها فقط میخوام کتابا رو بذارم روش، بعد همه اینا رو که میخونی، هر یه صفحه رو که میخونی شما رو عوض میکنه تصمیمتون. اینها بعضی وقتا فکر میکنم که بعضی وقتا نه همیشه فکر میکنم که بهتر باشه من و شما با وکلا مستقیما تماس بگیریم و بهشون بگیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم، شرایطمون چیه، اونها با این شرایط و ضوابط و اوضاع اجتماعی ما، اوضاع اجتماعی آمریکا بهمون میگن که این شرکت برای شما بهتره، این نوع حسابداری، این نوع رفتار و الی آخر. یه دوستی دارم در آلمان، آقای صدیقی هم میشه، میگه که سوربی جان، نون و پنیر خوردن به اضافه خرج دکتر از چلو کباب گرونتره. این مال زمانی بود که چلو کباب خیلی خوراک والا و بالایی بود و نون و پنیر خوردن رو میگفتن ناسالمه. الان که همه مواظب خوراک و خوردنشون، خورد و خوراکشون هستن، اینها بعضی وقتا میبینیم که مثال درستی نیست. بماند این ماجرای گاهی وقتا پول کمی سیو کردن، خرج نکردن، ولی بعد به قول اینها down the road، بعد در مسیر زمان، در طول زمان شما میبینید ای کاش که اینقدر پول خرج کرده بودید ولی اینقدر الان دچار ضرر نمیشدید و یا یه چیزی رو اشتباه بنا نمیکردید که حالا باید هم بریزیش پایین هم دوباره بسازید. برگردیم به این تشکیل کورپوریشن ها، تعیین کردن شرایط و ضوابط و قانون کار و اینها. حالا چرا اینو میگم؟ ما یه دوستی داریم در این منطقه، آقای عباس علاقمندیان،
خیلی معروفه و معروفیتش هم به خوب بودنش و به مردمی بودنشه، نه به اینکه آدم شارلاتانیه مثل ترامپ یا و خلاصه متوجه شدم که دختر ایشون که وکیل هستن از به اصطلاح اون کار شخصی که برای یه شرکتی انجام میدادن اینها شروع کردن دفتر وکالت خودشون رو باز کردن که اینجا بهش میگن لا آفیس. و خیلی جالبه ایشون همون اسم خودش رو استفاده کرده، نیومده اسمش رو کوتاه کنه، نیومده تغییر بده و هیوا علاقمندیان لا آفیس. ولی وقتی اول این اسم رو بذاری هیوا اچ علاقمندیان ای لا ال او آفیس میشه هیلو. بعضیا حالا هم میگن و یک پروگرام خیلی بزرگ و کامپیوتری و اینا هست، یه شرکت موفقی هست. در صورت من مایلم که هم به پدر و مادر هیوا تبریک بگم، چون هر وقت من میرم گریجویشن فیلم میگیرم خوشحالی اون بچه ها میتونم بگم که یک دهم خوشحالی پدر و مادرشون نیست، و اون پدر مادر هست که میگه من با زجر و مشکلات و کار سخت و اینها، مخصوصا برای ماها که از یک کشور دیگه اومدیم اینجا، برای افرادی مثل من آقای علاقمندیان که به غیر از این کشور یه جای دیگه هم مثل آلمان بودن و اینها، ولی وقتی اینها میرسن به این موفقیت ما یه احساس آرامش و آسایشی میکنیم و افتخار میکنیم. من به آقای علاقمندیان، به همسر ایشون تبریک میگم. این چیز رو به اصطلاح آرم دفتر وکالت ایشون رو که در نیویورک هست بهتون نشون میدم. یادتون باشه گاهی وقتا وقتی این دوستان در نیویورک هستن، درسته که از نیویورک اون لایسنس یا اجازه یا به اصطلاح جواز دفتر رو دارن، ولی میتونن در جاهای دیگه هم به شما مشاوره بدن و مهم نیست شما کالیفرنیا باشی یا هر جایی، بالاخره اینا همه استیت کورپوریشن دارن برای تشکیل شرکت ها، بهتون میتونن راهنمایی کنن و اگرم نتونن جایی بهتون میگن که من در اون به اصطلاح منطقه، در اون فرمانداری، در اون ایالت، در اون استیت نمیتونم کار کنم و شما میتونید مثلا با یه نفر دیگه صحبت کنید و برای راهنمایی میکنن. من حتما پیشنهاد میکنم که شما اگر کاری دارید، میخواین یه شرکتی را بندازید، تأسیساتی درست کنید و اینها، با این دوستان تماس بگیرید. من الان به اصطلاح دفتر ایشون رو به شما نشون میدم که هم روی فیسبوک هست هم روی اینترنت هست و خیلی جالبه. اتفاقا اگه یه روزی من به اصطلاح بتونم با ایشون مصاحبه داشته باشم، از ایشون سوال میکنم این ماجرای این که یک دایره توی یک مربع، اون مربع توی یک مثلث و اون مثلث باز توی یک دایره دیگه است چیه و چگونه ایشون این آرم رو برای کارش انتخاب کرده. خیلی ساده دوستان نگاه کنید، اینجا اگر همین اسمی که بهتون گفتم هیوا علاقمندیان، بله اینجا نوشتن هیوا علاقمندیان لا آفیس، هیوا علاقمندیان لا آفیس، و اگر تک تک اینها رو بذارید H A L O میشه هیلو. و میپرسیم که چرا این آرم رو انتخاب کردید، چه کارهایی شما میتونید انجام بدید، و برید بخونید اون قسمتی که اینها درباره خودشون می نویسن که کی هستن، چه کار کردن، چه زحمت هایی کشیدن، از کجاها فارغ التحصیل شدن. حتما به اصطلاح بیشتر باهاشون آشنا بشین. ضمناً آدرسشون هست برای تماس، ایمیلشون هست، شماره تلفن مستقیم دفترشون هست و باز پایین تر ایمیل هست. این یکی مثل مال فیسبوکه ولی این پایین ایمیل هست. وبسایتشون هست که وبسایتشون هست H علاقمندیان، یا اینجا اجازه بدید من بهتون نشون بدم. بله باز میبینید همون آرم یا همون
شکل هندسی رو استفاده کردن گذاشتن اینجا، و من فکر کردم شاید اینه که اگر این 4 تا شکل هندسی رو به من بدی و بگی با اینها یه شکل درست کن، من نمیدونم اینها رو چجوری قرار بدم، روی هم بالای هم، ولی ایشون دایره رو داخل مربع، مربع رو داخل مثلث، و مثلث رو هم دوباره در دایره بزرگتر جا داده. بعضی وقتا شما در بیزینستون باید بتونید یه همچین کاری رو انجام بدید و با چیزایی که دارید بتونید به نحو احسن به اصطلاح کار کنید تا بهترین استفاده رو ازشون ببرید. تبریک میگم به آقای علاقمندیان، تبریک میگم به خود خانم هیوا که من در عروسی داداش ایشون دیدم، اون شب جمعشون جمع بود، و امیدوارم که همیشه سالم باشن و روزهای بهتری در انتظارشون باشه، هم در بیزینس و هم در زندگی شخصی. اگر هم فرصتی بشه شاید برنامه‌هایی رو با ایشون از طریق همین فیسبوک یا اسکایپ یا به صورت ویدیوهایی که ایشون درست کنن به من و شما راهنمایی کنن، توضیح بدن برای این شرکت چه کار کنیم. خود من اولین بار رفتم یه شرکت سهامی باز کردم، بعد معلوم شد ما پول زیاد میدیم، آخر سالم یه مالیات میدادیم، بعدا معلوم شد که ما اگر اس کورپوریشن باز کرده بودیم، یعنی یک کلمه اس، یک حرف اس که میاد جلو این کورپوریشن، مبالغ کمتری میدیم سالیانه، بعد از طرفی مالیات، دوبار مالیات نمیدیم، یه بار مالیات شرکت رو نمیدیم، بعد این پولی که میاد تو جیب خودمون یه بارم مالیات بدیم، همون اول کار به طرف میگیم آقا این اس کورپوریشنه، یه بار مالیات میدیم. خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم، و چون نمیدونیم نمیدونیم که چقدر نمیدونیم، پس بهتر از دیگران بپرسیم، از این جوانها پرشوره ها، اطلاعات تازه، امتحانات دادن، همه ماشاءالله با درجات عالی، دیدم همه تاپ آف به اصطلاح کلاس بودن و اینها، من بهشون تبریک میگم و منتظریم که یه وقت بتونیم با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم. و اما برنامه های تلویزیون مردم و سربی با مردم 20 سال هست که به همین صورت، به صورت گفتمانی خودمونی انجام میشه، و شما میتونید نظراتتون رو از طریق تلفن، ایمیل، فیسبوک توی برنامه زنده دقیقاً بنویسید و ما هم منعکس میکنیم. آقای مانی خورسندی میگن هستم. این کلمه خیلی کلمه خوبیه. من گاهی وقتی با مادرم صحبت میکنم، احوالش میپرسم، میگه هستم. میگم باور کن خود این بودن خیلی خوبه، و به شوخی بهش میگم که اگر میگی نه، بیا بریم الان سر خاک و از دیگران که نیستن بپرسیم که آیا دلشون میخواست باشن یا نه. در هر صورت خوشحالم که آقای مانی با ما هستید. اینم یه سعادتی بود که سر یه برنامه‌ای اتفاقا شما من رو به انتقاد گرفتی و اینها. من گفتم خب حالا شما بیا برنامه رو نگاه کن، شاید بتونیم با هم دوستای خوبی باشیم. من از این بابت هم ممنونم، هم از شما تشکر میکنم که هر وقت اشکالی، ضعفی، چیزی دیدید در برنامه ها گوش زد کردید، و ما امیدواریم بتونیم اونها رو برطرف کنیم. باز هم میگم دوستان، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و میتونید حرفای خودتون رو بزنید. تنها کاری که نمیتونید انجام بدید اینه که به من و دیگران بگید ما این برنامه رو میذاریم و شما حق ندارید نظر بدید. نظر دادن اول از برنامه داشته، قبل از برنامه داشتن میاد، یعنی تاپ آف ده لیست، بالای لیست ما اینه که هر کسی آزاد نظر بده. حتی اگه نظرهایی که میدن مؤدبانه نیست، مردم قضاوت میکنن. اگه آقای مانی خورسندی آمد یه چیزی رو با منطق خیلی مؤدبانه توضیح داد، یک نادانی آمد یه چیزی گفت، لازم نیست من اینجا شعبون بیمخ باشم، چوب بگیرم دستم، مأمور باشم، حفظ کنم، فلان کنم. خود مردم میگن بابا این آقا به این مؤدبی آمده، اینو گفته و درست گفته، این آقا خیلی به اصطلاح بی‌ادبی کرده و اینجوری گفته. یا حتی اگه یک کسی یه چیزی رو غلط گفته، شماها میتونید با منطق بیان صحیحش رو بگید، و اگه منطق دارید احتیاجی به برخوردهای شدید یا به اصطلاح حرفای رکیک نیست. و اما دوستان، میدونید که این آقای ترامپ
شدیداً تو مشکله و از همه مشکلتر این هفته گذشته ماجرای وکیل 12 سالش بود که آمد، نه 12 سال سنشه، وکیلی که 12 سال براش کار میکرد و آمد توی مجلس. آبرویی که این نداشت، ولی همون انقدر آبرویی هم که داشت برای بعضیا اون رو هم شست و رفت و گذاشت کنار. رفت یعنی روبید، جارو کرد و حتی باعث شد که این اون سامیت یا اون میتینگ مهم رو در ویتنام رها کنه و برگرده بیاد. اول اینکه کره شمالی گفته آقا این داره دروغ میگه، ما هیچ وقت نگفتیم شما همه تحریم ها رو یه جا وردار، گفتیم یواش یواش اینا رو وردار، ولی باعث شد اون صحبت وکیل در مجلس این اصلا اونجا مثل مرغ سرکنده بشه و در بره از اونجا، یعنی دمش رو گذاشت لای پاش یا دمش رو گذاشت روی پشتش، چون هم ممکنه مثل حیوانی که میترسه، هم ممکنه مثل عقربی که میخواد یه کسی رو بزنه دمش رو میذاره روی پشت خودش. و آمد اینجا امروز صبح گفتن 60 و چند نفر رو ما مجبوریم که بیان و هر کدوم از اینا که بیان گواهی بدن یک مهر باطل دیگه میخوره روی. دیروز پریروز اینجا در منطقه واشنگتن نشنال هاربر که اتفاقا من چند سال هم میرفتم، سی پک بهش میگه، Conservative Political Action Committee فلان اینها، یه آدم های خیلی تندروی هستن، معمولا جوان هستن، اگه اشتباه نکنم این از دوره ریگان جا افتاده یا دوره ریگان دیگه خیلی شدیدتر شده، تندروها جوان ها میرن اونجا، همه 25 سال 30 سال پرشور پرهرجان و خیلی هاشون هم نادان یا کمدان هستن. و آقای ترامپ هم آمد اونجا 2 ساعت، برید ببینید چه مزخرفاتی گفت، به همه از خدا تا هر چیزی که شما بگید حمله کرد و آخرش هم گفت که اینا میخوان همه چیز رو منو بررسی کنن، اینا اصلا مملکت رو دوست ندارن، و یکی نبود بهش بگه اینا اتفاقا چون مملکت رو دوست دارن، چون این دموکراسی رو دوست دارن، میخوان همه چیز رو نگاه کنن و چون میدونن تو همه چیز دروغ و قلابی بود اینا، و الا کسی که مگه خودتون به مردم نمیگی ما داریم فیلم برداری میکنیم، شما مگه تو خیابون دزدی میکنی که میترسی ما فیلم برداری کنیم؟ پس کسی که حسابش پاکه چه منتش، چی میگفتن، خاکی که پاکه چه منتش، یا آن کس که حساب پاکه است از حساب رسی چه باکه است. چقدر ضرب المثل داریم. آقای مانی خورسندی گفتم آقا، میگه آقا خودم ترتیبش رو میدم. ترتیب کیو میدی آقا؟ نری اینو اونو بزنی یا تو آمریکا و کانادا بعضی ها نشستن که شما یه دست روش بلند کنی بعد اون شما رو سو کنه و بیاد همین یه شا دوشایی هم که داریم ازمون بگیره. و اما تاریخ درست، اسم و اینها درست، info@mardomtv.com ایمیل ماست، شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید پیام بذارید اینه 202-695-2573، هم با تکست هم با تلفن میتونید پیام بذارید، پیام ارسال کنید. شماره تلفنی که میتونید اگر جایی هستید که دسترسی به اینترنت ندارید میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید، برنامه را از طریق تلفن معمولی گوش کنید، 605-475-5883 است. این تلفن ها رو یه جا بنویسید بذارید بعد نیست. و اما چه منتش به خاک هست، بله، طلایی که پاکه چه منت به خاکه، یا اون که میگه آن کس را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. دوستان نگاه کنید وقتی که تلویزیون های مختلف مخصوصا اونایی که لس آنجلس هستن تماشا میکنید و میبینید که ایرانی ها بعضی هاشون متاسفانه از روی نادانی به جای این که در فکر انداختن آخوندا باشن در فکر جنگ را انداختن برای ملت ایران هستن، ملت ایرانی که 8 سال ناخواسته با عراق و تمام دنیا جنگید، اونها اومدن جنگیدن با مردم ایران، ملتی که 40 سال زیر بار حکومت دیکتاتوری ملاها رنج برده، صبر کرده و همش با صبر و متانت میگه ما نکنیم اشتباهی دوباره که یکی از اینها بدتر بیاد. و ماجرای همین صدر احمد به کفن دزد اولی،
حالا بعدا به یه جایی برسیم که دیگه بیان بگیم صد رحمت به کفن دوز دومی. در هر صورت میرن این ور اون ور تقاضا میکنن که بیان جنگ کنید، ولی میبینید که اینجا افرادی هستن. ببینید peace with ایران، صلح با ایران، US ایران علامت peace، و بیشتر اینها آمریکایی هستن. خیلی جالبه، یعنی من و شما اگه یه کسی بهمون بگه یه برنامه هست فلان جا بیا بریم، میگیم آقا من کار دارم، آقا بچه‌مو میخوام ببرم کلاس موزیک، نمیدونم خودم نوبت دندون پزشکی دارم، ولی آمریکایی‌ها میان برای هدفشون و امیدوارم اینا بتونن یه کاری کنن که جنگ با ایران اتفاق نیفته. مخصوصا افرادی مثل ترامپ شارلاتان وقتی که میبینن انتخابات جدید ممکنه موقعیتشون در خطر باشه، اینها جنگ رو شروع میکنن یا جنگایی که هست ادامه میدن، چون تاریخ و آمار نشون داده که آمریکا وقتی که رئیس جمهوری در حال جنگ هست عوض نمیشه. یعنی اگر جورج بوش پدر جنگی را انداخته بود یه جا، اون ترم اولش تموم که میشد کلینتون نمیمد، همونجوری میمونه. دلیلش هم اینه که میگن بذار این جنگی که خودش را انداخته ببینیم به کجا میرسونه. در صورت خیلی شرایط بد و خطرناکی هست و همه احتمال این که باز ترامپ به وسیله گول زدن مردم، مخصوصا افراد کم سواد، افراد کم دان، مخصوصا اینایی که وسط آمریکا زندگی میکنن، شما از لحاظ نقشه اگه نگاه کنی یه جایی وسط آمریکا تعداد گاو، تعداد بره، تعداد اسب زیادتر از آدم ها هست، ولی متاسفانه کالیفرنیا 2 سناتور میتونه داشته باشه، ویرجینیا 2 سناتور میتونه داشته باشه، واشنگتن اصلا سناتور نداره، نماینده نداره، ولی اون نمیدونم وایومینگ هم 2 سناتور. و این باعث شده که شما اگه نقشه رو نشون میدن میگن نگاه کنید طرفداران ترامپ قرمز و طرفداران مثلا برنی سندرز آبی، ولی نمیگن که اینجاها چقدر جمعیت هست. مثل مثلا کبیر لوت رو شما نشون بدن، اصلا یه نفر هم اونجا زندگی نمی کنه، ولی میگن همه اینها طرفدار آخونده هستن. اتفاقا کبیر لوت و اینها گویا الان تورهایی میذارن، شرکتهایی میبرن تور و مردم میرن و میان و مسافرهای خارجی زیاد میان. اینو شما داشته باشین. چند مدت پیش آقای بیژن فرهودی که یکی از افراد قدیمی صدای آمریکا بود و بازنشست شده بود و اینها، تماس گرفت با من و گفت که من دیگه صدای آمریکا نیستم، میخواستم اگه بشه با شما کار کنم. گفتم اینجا همه میتونن با ما کار کنن، شما بیا. به دلیل اینکه من میشناسم برنامه گذار هستی و اینها، برنامه ساز هستی، من از شما پول نمیگیرم، شما بیا و چند تا برنامه بذار، بعد از مردم تقاضا کن که مردم حمایت کنن. راستی مردم حمایت کنید، یادتون نره، هم برنامه من هم برنامه دیگران. و ایشون تو همین صحبت کردن اینا یه دو بارم با هم صحبت کردیم، مصاحبه داشتیم و اینها، رفت با کیهان لندن یه برنامه ای رو. میدونید دیگه این روزا رسانه ها اینجور نیست که شما بگید روزنامه روزنامه باشه، روزنامه رادیو هست، رادیو تلویزیون هست، تلویزیون روزنامه هست و الی آخر، بهتره که بهش بگن رسانه یا مدیا. رفتن با کیهان لندن یه برنامه هایی رو گذاشتن، مصاحبه هایی رو انجام دادن و نمیدونم دیگه لابد یا پولشون کم بود یا مشکلاتی ایجاد شد، تا اینکه یه شخصی به نام روح الله زم، پسر آیت الله زم، آخوند، قیافه هم مثل همین هاشمی رفسنجانی، من نمیدونم اینا مال کجا هستن که اینجوری هستن، اینها آمد و آقای بیژن فرهودی رو استخدام کرد. فکر کنم اولین شرطش هم این بود که ایشون تو برنامه ها کراوات نزنه. برید نگاه کنید ببینید از روزی که با آیت الله زم، پسرش روح الله زم، بیژن فرهودی برنامه گذاشته، یه روز شما ایشون رو با کراوات نمیبینید. حالا چه پولی خرج کردن و این روزا بهتون گفتم همه یه پرده سبز میخرن $60 میزنن این پشت کاخ سفید، میخوام من الان ببرم تو کاخ سفید، میخوام بریم تو اتاق ترامپ، تو اتاق اوباما، هر کسی میتونه بره. اون آقای زم یه پرده سفیدی زده توی آپارتمانی، پرده سبز زده توی آپارتمانی، چی نشون میده؟
برج ایفل رو نشون میده که یعنی توی فرانسه نشسته و چه ویوی داره، چه نمایی هم داره. در صورتی که همون برج ایفل هم تو شما میتونی آپارتمان اجاره کنی مایه 600 یورو و برج ایفل رو ببینی، ولی تو خود خونه مثل زندانه. و یادم اینجا یه نفر میخواست یه خونه بفروشه، گفت که وادر فرانت. این که رفته بود این خانم ایرانیه، گفت خب این شما میگین نمای آب داره، این آب کجاست؟ گفته بود پاتو بذار رو سر توالت، رو ببر پاتو بذار رو سر توالت، از اون بالا ویندو از اون پنجره نگاه کن، فواره رستوران رو میبینی، وادر ویو. خلاصه آقای بیژن فرهودی وقتی که در دام این روح الله زم افتاد، من برای ایشون نوشتم که آقای فرهودی شما یه سابقه ای داری و من نمیدونم اینا چقدر پول به شما دادن که شما حاضر شدی اونجا بشینی و از روزنامه نگار بودن به روزی نام نگاری رسیدی، و این کارو نکن، ممکنه شما هم بعدن مثل دکتر نوریزاده و ماجرای مدحی و اینها گند این آقا بالا بیاد. خب ماجرای پول که میاد، دوستان دیگه دوست و رفیق و آشنا رو فراموش میکنن و همشون میگن این داره به من اینجوری میگه که من نرم خودش بره. همین آقای روح الله زم یه دفعه صحبت چیز شد و اینا، ما اعلامی داده بودیم که میخوایم این مردم ریپورت رو واگذار کنیم چون من نمیرسم خبر اونجا بذارم اینها. ایشون تماس گرفت گفت اگر مجانی میدی من برش دارم. گفتم خب معلومه که واقعا ملاخور که میگن شما ملاها همین هستید، ولی توی آمریکا میگن هیچ چیز مجانی نیست، حتی آزادی freedom is not free بمانه. و این برنامه های هفتگی که اینها گذاشتن، اون خبرها درست کپی برنامه های نوریزاده که من دیشب گزارش میدم از اتاق خامنه ای، خامنه ای قرار شده فردا بره دستشویی، خامنه ای بعد از ظهر قرار بره دکتر فلانی بسار، هیچ، همیشه هم جنجالی، آخرین خبر جنجالی. ای داد بیداد آقای فرهودی گوش میدی عزیزم؟ شما که آمریکا بودی، شما که این واشنگتن از صبح تا شب با همه این شارلاتانای پالیتیشن سیاستمدارا چرخیدی، چجوری افتادی در دام؟ البته اونم میگه آقا چه دامی، من پولمو گرفتم نشستم اونجا میکروفون دادم دست این حرفشو بزنه. ولی شما نردبونی شدی که ایشون سوارت بشه بره از به اصطلاح خونه مردم دزدی کنه. اینجوری حساب کن. دیروز یک ویدیویی آمده بیرون از همین نمیدونم امپراتوری دروغ، همون امپراتوری دروغ راجع به ما مینیستر تلویزیون مردم ضد انقلاب، که میگم آقا کر خر 40 سال پیش انقلاب شده، شما دیگه ببندین در این مغازه. در اصل حالا یا اون بوده یا کم نیستن چیزهای دیگه، یه برنامه درست کردن و این آقای روح الله زم را چهار دست و پا انداختن توی دام وزارت اطلاعات ایران. یه آقایی آمده به این، میخوان یه قسمتش رو ببینید و این قسمت رو بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم، این ویدیو رو که به اصطلاح تا موقعی که منتظر آقای مینوی هستیم این رو ببینید. بذارید من اینو صدا رو ببندم، قشنگ توجه کنید و ببینید که اینها چجوری اینها رو تو دام میندازن برای که همدیگر خودشون بهتر میشناسن، میدونن نقطه ضعف مثلا این بزنم نشته چی، ایستگاه پایانی دروغ اسم این حالا فیلمه، ایستگاه پایانی دروغ قسمت اول، یعنی بعدن باز قسمت‌های خواهد داشت و این مستند گوشه‌ای از ماهیت واقعی یکی از به اصطلاح رسانه‌های جهانی مسموم را آشکار میکنه تا مردم ایران، منظورش اون آمد نیوزه، جهان آگاه شوند که پشت ظاهر فریبنده این شبکه این شبه رسانه ها چه افکار سست و مزخرفاتی و چه اهداف پلیدی. همیشه بگذره این برنامه رو من الان بهتون نشون میدم و بعد از برنامه خودم هم 27 دقیقه شو کامل براتون میذارم، ولی
یادتون باشه این دوستانی که میان، شما هم فکر میکنید واو چه شد آقای روح الله زم قرار بره رضا پهلوی رو ببینه، روح الله زم قرار با فخرآور صحبت کنه، خودشون ببینید چه جوری صحبت میکنن. روح الله زم میگه این رضا پهلوی اصلا بدون اجازه فرع آبم نمیخوره. روح الله زم میگه که این رضا پهلوی اگه بخشدار یه شهر کوچولو نمیدونم یه بخش کوچولو هم بشه خوشحال راضیه و اصلا کننده این کار نیست. اینا رو رضا پهلوی گوش کنه، آقای بابک هروی گوش کنه، آقا بابک ما اینجا بودیم، اینجا دیدیم که هر بی پدر و مادر تری از این روح الله زم آمد، این رضا پهلوی رفت دنبالشون گفت حالا خدا رو چه دیدی، شاید این یکی شد و شما چون کالیفرنیا بودی این دفعه آوردنت واشنگتن و شما هم افتادی در دام این دوستان فرشگرد و مرشگرد و خرشگرد. امیدوارم شما جزو خرشگردا نباشی. با هم ببینیم دو سه دقیقه از این فیلم رو. این مستند را تا لحظه پایان بدون پلک زدن دنبال کنید، چرا که شگفتی و غافلگیری بزرگی را برای شما تدارک دیدیم. شاید اصلی ترین کسانی که باید با دیدن این مستند سورپرایز شوند سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی هستند که امشب تازه متوجه خواهند شد شاه مهره های آنها در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار دارند، همان شاه مهره هایی که آمریکا به اتکای آنها رجز می کند که انقلاب اسلامی در ایران 40 سالگی خود را نمی That for Khomeini's 1979 will not last until its 40th birthday. حالا در روزهای 41مین سال انقلاب اسلامی تصمیم گرفته ایم کمی، فقط کمی، پرده ها را کنار بزنیم و رازها را برملا کنیم. این تصاویر مربوط به یک عملیات تعقیب مراقبت دستگاه اطلاعاتی است که سرشاخه های آن طی عملیاتی پیچیده بر بستر واتساپ رهگیری شدند و با نفوذی رعداسا و با عمق زیاد با همه زیرساخت هایشان در تور اطلاعاتی ما گرفتار شدند. ایستگاه پایانی دروغ. سوژه فردی 38 ساله است که مدت‌ها در رصد جامعه اطلاعاتی کشور قرار می‌گیرد و با تدبیر مسئولین امنیتی در مسیری جدید هدایت می‌شود و این امر چنان که خواهید دید بسیاری از گره‌های امنیتی در حلقه‌های دشمنان و سرسپردگان خارج نشین آنها را می‌گشاید. لابد نام روح الله زم معروف به نیما را شنیده. او در پناه چند لایه سرویس های اطلاعات اروپایی و با تغذیه مستمر از سوی سیا و موساد قصد داشت به لیدر هدایت افکار عمومی و براندازی در ایران تبدیل شود. وی در کانال آمد نیوز تلاش میکند به مخاطبان خود بباوراند که دسترسی های ویژه و بسیار سطح بالا به اسناد به کلی سری در جمهوری اسلامی دارد و میتواند پشت پرده همه پدیده های سیاسی، اجتماعی و امنیتی را قبل از دیگران با جزئیات فاش کند. او اگرچه کوچک است اما یکی از مهمترین دارایی های اطلاعاتی دشمنان ملت ایران است و برای آنها آنقدر ارزشمند است که همه شبکه اپوزیسیون خارج از کشور را به او متصل می کند. این مستندی است که نشان می دهد شاه کلید ارتباطی ما با بازی هنرمندانه خود چگونه با وی همکلام و همرنگ می شود تا نفوذ خود را بر او افزایش دهد. این مستند نشان می دهد اخبار به اصطلاح فوق سری کانال آمد نیوز پای کدام بساط پخت و پز می شود و سلطان اوهام یعنی نیما زم تا چه حد مقبول و فریفته شده است. همون چیزی که خوردی همون اون فضایی. منبع خبری سوپر فوق سری آمد نیوز طی فرایندی پیچیده و فنی با تمام اطلاعات و داده های موجودش در اختیار جامعه اطلاعاتی قرار می گیرد و با کشف بخشی از حفره های امنیتی از اینجای داستان به بعد در زمین ماست و برای روشن شدن ماهیت عناصر ضد انقلاب خارج نشین نقش مهره کلاه سفید دستگاه امنیتی را بازی می کند. کدتا چی؟ عشق من جون بابا خوبی؟
دلم قضا میخوره. چی میخوری؟ از صبح دارم کنم. بله دوستان، درست ماجرای اون الماس چی بود؟ مدحی. و باز جا داره که از این آقای فضائل عزیزان یادی کنیم که در یک جلسه‌ای که اون سران کمپوزیسیون جمع شده بودن و این آقای نوریزاده هم آمده بود با آب و تاب توضیح میداد از نیروی بزرگی که الان داره جمع میشه، 20 هزار تا پاسدار، سردار مدحی، اون آقای خانساری، اون آقای جهانشاهی، نمیدونم کی بود فامیلیش اینها. بعد این فضائل عزیزان یه جوانی اومد گفت که شما اینو از کجا چی میکنید؟ جوری شد که از جلسه میخواستم بندازنش بیرون، که توی همون جلسه نوریزاده میگه که ما 100 جا اینو امتحان کردیم، ما که بچه نیستیم. و بعد دیدید که مدحی رفت اون الماس چی بود، گند اینا همه رو بالا آورد و نشون داد که اینها هر کدامشون به پول که میرسن نقطه ضعفشون پوله، اونها هم با پول دادن اینا رو میخرن. حالا این آقای روح الله زم، شما نگاه کن، این وقتی میشینه اینجا جوری وانمود میکنه که بچه های ایران، جوان های ایران فکر کنن این الان آمده و چه زندگی داره. یه آپارتمانی، یه پرده سبزی نشسته، حالا شرابم لابد از این شرابای ارزون، خوراکشم که دیدید از این خوراکای فست فود که جلو سگ بذاری سگ نمیخوره، نشسته میخوره، دو روز دیگه هم سکته میکنه میمیره. ولی این آقا آمد بیژن فرهودی رو با بند پوسیده خودش برد توی چاه. دیروز برای بیژن فرهودی نوشتم خیلی متاسفم. دیدید بعضی وقتا واقعا متاسفی که حرف تو درست در اومده، که حرف من درست در اومد. و اگر دکتر نوریزاده با بند پوسیده سردار مدحی در چاه آخوندا رفت، شما با بند پوسیده روح الله زم در این چاه رفتید، ولی امیدوارم انقدر پول گرفته باشید که جبران این بی‌آبرویتون بشه. نظر شما در این مورد چی هست؟ آیا اینها حریف آخوندا میشن؟ آخوندی که توی اتاقا به اینا اینجوری نفوذ میکنه، آخوندی که توی صحبتاش اینجوری به اینا دستور میده. این فیلم رو براتون میذارم، 27 دقیقه هست که میگه خبر رو تو چگونه حتی بگو، چجوری بخون، و بهش میگه اینو باید در ظرف 3 ساعت پخش کنی که این خبر سوخته نشه، و اونم میاد با آب و تاب این خبرها رو میگه. بیچاره یه سری جوونم دل خوش که بله اینا دارن کاری میکنن و فردا پیروز میشیم، اونا میرن یه حرکتی میکنن، دوباره اونا میفتن تو دست آخوندا. یعنی اینا یه روزی باید بیان جواب بدن. آقای فرهودی، شما هر خبر اشتباهی که توسط روح الله زم برای مردم پخش کردید شما مسئولی. شما نمیتونی مثل من و دیگران بگی آقا اینو توی یاهو نوشته. شما شدی نردبونی که شب یه آدمی چرا نمیاد روز شما رو ببره، چرا شب میبرتت؟ برای که میخواد دزدی کنه. شدی یه نردبونی، روح الله زم سوارت شد رفت اون بالا، بلنگو هم دستش وایساد صحبت. میگه بنی سعد وقتی از شازده میپرسن میگه اون که قازورای، من نمیدونم یعنی چی، اینو شنیدم ولی قازورا من نمیدونم یعنی چی، نشنیده بودم. یه چیزایی هست آقای خوشنودی شماها الان میگی، ما اون موقع نمیگفتیم. و اما ببینم براتون چی گذاشتم. امروز که دوشنبه است، آذری جهرمی گفت صدا و سیما 3 روز نتایج نظرسنجی را دستکاری کرد. این آذری جهرمی هر کی هست به نظر میرسی خیلی آدم چیزیه، وقت صدا و سیما و آخوندا نظرات و به اصطلاح نتایج انتخابات رو عوض میکنن، شما انتظار دارید نتایج نظرسنجی توی تلویزیون رو دستکاری نکنن؟ اونم موقعی که احتمالاً پولی در کاره که کدام برنامه بهتره که بیشتر بهش بودجه بدیم. یعنی مدفوع حیوانات رو میگن قازورات. تالا نشده بود. خیلی ممنون، حسن برنامه ما اینه که من مثل دیگران ادعا ندارم به شما چیزی یاد میدم، من از شما یاد میگیرم، از یک هایکتونم ممنونم. اون بالاتر خانم دکتر جیلانی نوشتن طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. خانم جیلانی، شما نظرتون درباره آقای بیژن فرهودی و این نوع ماجراهایی که تا حالا چندین بار اتفاق افتاده،
افرادی آمدن باهاشون مصاحبه انجام شده، بعد معلوم شده که این نفوذی آخوندا بوده. شما نظرتون چیه؟ آیا اینها ضربه نمیزنن به افرادی که ممکنه بعدن بیان و واقعی باشن، ولی ماجرای اون چوپان دروغگو که هی فریاد زد گرگ آمد گرگ آمد، ولی روزی هم که گرگ آمد مردم باور نکردن. اینجا بهش میگن crying wolf. بله، معنی خورسندی میگه گوه کبوتر. گوه کبوتر رو میگن فضله. چرا میگن فضله مرغ، فضله کبوتر؟ و چرا میگفتن که به اصطلاح فضله اینها نجس نیست؟ خیلی جالبه ها، کبوتر و اینها میگفتن نجس نیست. شاید هم اینا کبوتر بازا رسم کردن. اتفاقا یه دوستی داریم آقای بهروز ثقفی، خیلی کفتر و اینها داره، توی منطقه لیزبرگ یه جای بزرگ زندگی میکنن که بتونن این کبوترها رو هم نگه دارن. و دیدم یه جایی هم جایزه گرفته، نفر اول شده، ولی اون جایزه رو تو پلاستیک گذاشته، برق افتاده، معلوم نیست. حالا اگه بتونم نشونتون میدم. خانم جیلانی باور دارن که این ساده اندیشی مبارزین را نشان میدن. خب چه کار بکنن؟ این بنده خدا که نشسته تو خونه تلویزیون نگاه میکنه، میبینه آقای میبودی اینو میاره، میبینه آقای نمیدونم فلاحتی اونو میاره، اینا که قدرت اینو که آزمایش کنن، امتحان کنن، دروغ سنج بذارن رو دست اینها ندارن. و اما هلند سفیر خود در ایران را فراخواند. این تصمیم در پی اعلامیه اخیر وزارت خارجه ایران صورت گرفته است که در آن دو تن از دیپلمات‌های هلندی عنصر نامطلوب خوانده شدند. و اما سایت رهبر جمهوری اسلامی سخنان 8 ماه پیش او با دولت را بازنشر کرد که گفته بوده معطل اروپا نمانید. مجازات 135 ضرب شلاق قاضی مرتضوی با عفو عمومی رهبر بخشیده شده است. باورتون میشه؟ وقتی هم میخوان بگن که ما سیستم قضایی داریم که جدا هست از سیستم رهبری و سیستم اجرایی و سیستم مقننه، میان قانونه رو میذارن بعد اون آقا میبخشه. یعنی درست ماجرا مثل ترامپ که اینجا طرف میره زندان، ولی امیدش اینه که ترامپ ببخشدش. و به نظر من اینم باید این پاردن پاور اینجا، اگزیکیتیو اوردر اینجا، اینا باید برداشته بشه. یعنی چی؟ و یکی حرف خوبی میزد، میگفت احمدی نژاد با اون همه خریتش وقتی اینجا آمد توی کولومبیا، ازش سوال کردن دانشگاه کولومبیا، ازش سوال کردن راجع به فلان زندانی، راجع به زندانیان سیاسی، گفت من قوه اجرایی هستم و قوه قضاییه دخالت نمی کنم. ولی ترامپ نتونست حتی مثل احمدی نژاد باشه، چون این خیلی پوفیوستر از اونه. و الا اونجا ازش سوال کردن، اگه کسی داره این قسمت رو برای من بفرسته، توی هانوی توی ویتنام ازش پرسیدن شما چی میگی الان توی آمریکا، شما اومدی اینجا ولی توی آمریکا دارن بر علیه شما توی مجلس صحبت میکنن، هیچی نگو، گفت تانکیو تانکیو. و اون کوتوله خندید، اون کیه، رئیس جمهور یا چیرمن یا رهبر یا دیکتاتور کره شمالی، خندید و میگن خیلی این عصبانی شده چون اون از این خندید و روش کرده اون برای اینا، که بعدش دید این سفر رو نیمه تمام گذاشته آمد و بگو این عادت منه، بعض وقتا اونجایی که معامله قرار انجام بشه اتاق رو ترک میکنم میرم، بعد به قیمت بهتری میگیرم. که اینو برای زنهای به اصطلاح تنفروشی هم که این رفته باشون خوابیده و اینها، میگن احتمالاً همین walk away، یعنی راه رفتن از معامله، دور شدن از معامله رو انجام داده و تونسته قیمت بهتری بگیره. اگه به اون 130,000 دلار داده، به اون یکی 170,000 دلار، شاید باید 300,000 دلار رو 500,000 دلار میده. و اینکه مبارزین نمیتوانند مخفی کار کنند و سریع نفوذ میشوند. بله، برای که خودشون میخوان زود شناخته بشن. اتفاقا یک ایمیلی برای من اومده، حالا براتون میخونم، که یک آقایی به نام عظیمی
نوشته و من میگم خب شما که نوشتی کمونیست و دولت کمونیست و گروه های کمونیستی، منظورتو مثل کدام کشوره؟ و شما تازه بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدید که حالا گروه های 2 نفر و 3 نفره تشکیل بدیم، بعد این آقا هم طبق معمول اولین کاری که میکنن حمله میکنن بدون که اصلا بدون من کی هستم کجا هستم. گفته اینایی که توی لس آنجلس نشستن، تلویزیون های لس آنجلسی که پول از دولت های خارجی میگیرن. آقا اگر کسی میتونه از دولتی برای من پول بگیره بگیره. کدوم پول؟ این آقای ضیا بیچاره خودشو کشت، نمیدونم دوتا کلاگیس جدیدم خرید آمد اینجا که بلکه بره از مجلس یه پولی بگیره با لب و لوچه آویزون برگشت. شهرام همایون تا حالا بارها این ور اون ور دست پا کرده که یه پولی بگیره نتونسته. تنها افرادی که پول میدن 4 تا از اینایی هستن که اطراف شاه بودن، پولهای کلون رو دزدیدن، به قیمتهای 7 دلار آوردن بیرون و هنوز از اون باقی مونده پولها یک چلو کبابی به اینا میدن. همینو برست و الا همین زم دیوانه میگه که فخرآور سال 300 هزار دلار بهش میدن. آقا اینجوری نیست. اگه اینجوری پول میدادن همه ایرانی ها اینجا صف میکشیدن وطن فروشی کنن. ما الان ببین 2 سال میگیم حاضریم وطن رو بفروشیم. 1.80 چقدر بوده؟ از 1.60 میلیونیوم ما میخواستیم بفروشیم، الان شده 1.80 میلیونیوم، یعنی سهممون کوچیکتر شده. درود بر کاکای خوبم، پایدار باشی. خیلی ممنون. این پایدار بودن خیلی خوبه، درست برعکس جاوید بودن. جاوید میتونیم بگیم جاوید باد ایران، ولی پایدار یعنی همین آدمه که هستش تا هستش رو پای خودش وایستاده باشه، بتونه به اصطلاح ایستاده باشه. خیلی ممنون، امیدوارم شما هم پایدار باشید و ممنون و متشکرم که هم هستی هم حمایت میکنی. چیزی بلد نباشیم یادمون میدی و از همه طریق ما ممنونیم از شما. و اما امروز آقای چمنارا یه چیزی رو برای من فرستادن که یه تبلیغه برای رادیویی که ایشون مصاحبه میکنه، در ضمن کتاباشون رو هم به اصطلاح توی این تبلیغ کردن. این رادیو جوانان امروز، یادتون باشه که آقای زوکایی که جوانان اصلی رو داره گفت این خانم رادیو جوانان امروز رو بعد از اینکه آمد با ما کار کرد و یه سری اطلاعات و اینا از ما گرفت، آقای زوکایی، مهدی زوکایی میگه ایشون این اسم رو از ما دزدیده. ولی بهتون گفتم یه روزی هم این مسعود امینی معتاد به اون خانم تهرانی گفته بود که تلویزیون مردم رو من برای اولین بار درست کردم. گفتیم کجا، کی، چه سالی به ثبت رسوندی؟ گفت نه تلویزیون که نبود، یه برنامه بود. گفتیم خب چی بود؟ گفت اسمش بلندگوی مردم بود. گفتیم خب دیوانه، بلندگوی مردم یه برنامه در تلویزیون های مختلف با تلویزیون مردم در واشنگتن ثبت شده، در فیرفاکس، در ویرجینیا، چه ربطی داره؟ ولی اینجوری. در هر صورت 4 کتاب سهراب چمنارا که به منظور تغییر رژیم در ایران نوشته شده، یکیش هست 2020 The Fall of Islamic State، یکیش هست گریه نکن ایران، سومیش هست قرآن راستین و چهارمیش هست کتاب مقدس ایرانیان شاهنامه فردوسی. من این کتاب ها رو بارها در همین تلویزیون نشون دادم، صحبت کردیم با آقای سهراب چمنارا و من باور دارم که اینها گرچه لازمه ولی کافی نیست و آقای چمنارا اشتباه میکنه که فکر میکنه با چند تا کتاب نوشتن و چند تا برنامه تلویزیونی میشه حریف آخوندها شد. البته ایشون باور داره که زمان 2020 همه چیز رو عوض میکنه و همه چیز درست میشه، امیدواریم بشه. ایشون میگه که به نثر و شعر فوری در رادیو جوانان امروز درباره تغییر قانون اساسی صحبت می کند. سهراب چمنارا در برنامه های هفتگی از قرآن راستین تا قانون اساسی آینده، سهراب چمنارا و مانی، آیا شاهزاده مخرب اپوزیسیون است؟ سهراب چمنارا و مانی. من این نوشته ایشون را هم از طریق ایمیل برای لیست خودم می فرستم.
هم از طریق فیسبوک روی صفحه فیسبوک میذارم. این کار رو شما هم میتونید انجام بدید و بهتون گفتم در تلویزیون مردم ما هر کسی میخواد کاری انجام بده، مثل اینی که شما میخوای چاپخونه بری یه چیزی خبر فوت پدرتو چاپ کنی، خبر ازدواج خواهرتو چاپ کنی، باید یک پولی بدی اونها برات چاپ کنن. حالا ما این کار پخش رو هم خودمون انجام میدیم مجانی. در هر صورت اینو بدونی که من پولی از ایشون گرفته باشم، توی تلویزیون پلاک کردم یا پروموت کردم، ولی مبلغ کمی رو ایشون میده برای اون ایمیل لیست ما که بفرستیم. یه زمان حدود 3000 خورده روی ایمیل لیستمون بود، ولی گوگل و اینها هی چیز میکنن، محدودترش میکنن و من فکر کنم دیگه ایمیل قدرتش اون ماس ایمیل، یعنی ایمیل زیاد فرستادن به دوستا اینا، فکر کنم قدرت آنچنانی نداره و فیسبوک الان جاش رو گرفته. در اصل روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم این اعلامیه ایشون رو خواهم گذاشت و امیدوارم که موفق بشه. هر کسی هر برنامه‌ای داره امیدواریم موفق بشه، ولی تا اونجایی که اینها هر کدومشون تنهایی میرن من فکر نمی‌کنم به جایی برسن. و اما درباره ترامپ شارلاتان صحبت کردم و اینکه اتفاقا نماینده اینجا که فرماندارم بوده آقای مارک وارنر که خود اینم یکی از پولدارای بزرگه، ولی نه پولدارای الکی مثل ترامپ که دروغ بگه، به همه جا دروغ گفته، قلابی گفته من پول دارم و پولی در وساط نداره. میگه مارک وارنر says there is enormous evidence of Russia Trump collusion، میگه تعداد خیلی زیادی هست که به اصطلاح شواهد و مدارک که نشون میده ترامپ با راشا این کلوژن، یعنی برخورد و در رفت و آمد بودن و گفتگو داشتن. و حالا ببینیم که این ماجرای قرار این آقای مولر، When will special counsel Robert Mueller release his report؟ اینه، من پایین اینجا بهتون نشان بدم. این جونورا آمدن اینا رو تبلیغ ها رو غالب کردن وسط اینها، دیگه شما نمیتونی تنها نشون بدی مگه از قبل رفته باشی جداش کرده باشی. تازه همون هم که میخوای تنها نشون بدی اول یکی دو تا آگهی پخش میشه. در هر صورت آمریکا شرایط بسیار بدی داره. آمریکا همین دیروز باز گفت که اون رند پال آمده به دموکرات‌ها پیوسته و میگه که ما شرایط اضطراری برای دیوار بین آمریکا و مکزیک نداریم. اصلا سالهاست که تعداد مکزیکیایی که از اون ور میومدن اینجا به شدت کم شده، هیچ، خیلی از اینا دارن میرن چون بعضی از این کارخونه ها رفتن تو مکزیک، اونجا راه انداختن و احتیاج به نیروی کار دارن. و طرف وقتی تو مکزیکه، اونا میدونید مثل ما ایرانی ها زندگی میکنن، پدر بزرگی تو همین خونه بوده، پدرش تو همون خونه ازدواج کرده، پسره تو همون خونه است و مثل اینجا نیست تا 18 سال شد میره یه آپارتمان جدا خرج و اینا، و اونا ترجیح میدن همونجا زندگی کنن که مخارج زندگی به صورت فامیلی هست، حتی اگه درآمد کمتر باشه میتونه اون رو، اون هزینه رو به اصطلاح پرداخت کنه، در عوض با خانواده‌شون هست. ببینید من این آقایی که این رو فرستاده اسمش هست برهان، نوشته عظیمی، ولی توی نوشتهش نوشته برهان عظیمی. اگه عظیمیه اون نوشته انگلیسی غلطه، اگه عظیمیه نوشته فارسی غلطه، ولی اب نداره. ایشون نوشته که وظیفه ما تسریع ساختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی، آماده سازی زمینه، آماده سازی مردم از طریق ساختن هسته های 3 تا 5 نفره برای به وجود آوردن و آماده سازی پیشاهنگ، تو پرانتز نوشته حزب، نویسنده برهان عظیمی، مورخ 4 اسفند ماه 1397، چون از بهمن گذشته بود، یعنی 40 سال از انقلاب گذشته. من چی نوشتم؟ نوشتم به به
چه جالب، پس از 40 سال تازه رسیدیم به انقلاب کمونیستی. میشه لطف کنید به من بگید مانند کدوم کشور؟ شاید هم شما تصمیم گرفتید که اولین کشور کمونیستی باشیم. کارمون خیلی خرابه. بعد ایشون نوشته بله جناب، کارمون با صاحبان بی سواد سرمایدار تلویزیون های لس آنجلسی. یعنی چی؟ یعنی اولش توهین کرده، فکر کرده من صاحب تلویزیون لس آنجلسی هستم، نیومده اصلا بره منو بشناسه، نرمده به خونه که کجا هست این تلویزیون. حالا گیرم که من صاحب بی سواد لس آنجلسی یه تلویزیون باشم. آخه آقای عظیمی، شما که میخوای انقلاب را بندازی، برخوردت که نباید با هر کسی از یه سوال میکنه این باشه. چرا برخوردت اینه؟ برای که جواب نداری. نمیتونی الان بگی مثل چین، نمیتونی الان بگی مثل شوروی. اینا همه کله پا شدن. چین الان کپیتالیست بودنش از آمریکا جلوتره، شوروی پولداراش و نمیدونم جامعه بی طبقه نداشتنش که دیگه واویلا. و چون ندارین حرف حساب، فوش میدید، تهمت میزنید. ولی بذارید نوشتهشو اگه پیدا کنم براتون باز کنم. بله، درودهاشون هم سرخه. متن ویرایش شده نهایی زمیمه هست با درود سرخ خدمت رفقا. لطفاً زمیمه ویرایش شده و نهایی را در وبلاگتان منتشر کنید، منتشر دهید. با سپاس از شما، برهان عظیمی. حالا من اگر پیداش کنم اون اصلش هم به شما نشون میدم که تازه ایشون گفته حالا برید گروه های 3 تا 5 نفره تشکیل بدید تا بعد ایشون هم لابد بشه رهبر شما و بهتون دستور بده که کی آتش. دیدید این فیلم خانم مریم قجر؟ آتش حمله، آتش حمله. و اما ببینم اون تبلیغ خوندم، مال آقای سهراب چمنارا، فاکس نیوز رو هم خوندم که مارک وارنر چنین گفته. ممنونم از آقای خزایی. بریم این یکی ببینم بی بی سی چی گفته. و آقای خزایی صبح دور میزنه این چیزا رو، البته منم دور میزنم اتفاقا چون ایشون کالیفرنیا هست، نه فکر کنم فلوریدا، ممکنه من زودتر از ایشونم دور میزنم، ولی دیگه لطف میکنه میفرسه و چون رو ایمیل هست یک کاپی پیست به نفع ما میشه، ما ازش استفاده میکنیم. دوستان، مجلس نمایندگان تحقیق درباره دونالد ترامپ را شروع میکند. یعنی از همین امروز دوشنبه ده ها سپینا، یعنی وقتی که اسم یه نفر شما می نویسی میدی به دادگاه یا میدی به مجلس، میگن این رو احضار کن. احضاریه میشه، احضاریه جهت استشهاد، بیاد شهادت بده. اینا قدرت سپینا توی چیز خیلی زیاده. بله، میگی شاید ایشون همون بهمن عظیمی است که گربه نره دستور دستگیریش رو داده بود. آقای فرزاد نیساری میگه خب احتمالا اگه اونجوره، پس ایشون هم تقریبا هم سن و سالای من و شماست، اگه پیرتر نباشه. و من نوشتش رو پیدا کنم باز میکنم، ولی باز هم ممنون. اتفاقا اگه اونم باشه نشون میده که آخونده حریف اینها بودن در گذشته، حریف اینها بودن در 40 سال، حریف اینها فکر کنم خواهند بود، چون اینها عوض نکردن راه و روششون رو. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در پی کسب اسنادی است که میگوید میتواند شواهد کارشکنی در مسیر عدالت، فساد و سوء استفاده از قدرت از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و دستیاران او را فاش کند. دوستان، دستیاران او همون دامادشه، دخترشه، پسر بزرگشه، پسر کوچکترشه. اون یکی خانم تیفانی تا حالا پاش به این کثافت کشیده نشده، چون گویا اون از همون قدیم گاو پیشونی سفید بوده و اینها خیلی باهاش کاری نداشتن. میگه که جرالد نیدل رئیس کمیته قضایی به شبکه
ABC گفت که 60 فرد و نهاد از روز دوشنبه درخواست‌هایی در این زمینه دریافت خواهند کرد. یادتونه من بهتون گفتم بیش از 60 نفر، اینا رو میگه 60 تا. بله، بهمن از برف کو. آها، بهمن عظیم. اونجوری میگی بهمن، که پدر من یه بار بهمن افتاده بود رو ماشینش و اونجا گیر افتاده بودن و میگفت مرگو با چشم خودمون دیدیم. تا بعد رسیده بودن اون افراد دهاتی و اینایی که اون نزدیک بودن، نجات داده بودن افرادی رو که در اون جاده دوچار بهمن شده بودن. بهمن عظیمی، پس شما منظورت اینه. بله، میگه اون روز شنبه به تندی به رابرت میلر داستان ویژه تحقیقات مربوط به مداخله ادعای روسیه در انتخابات و ادعای میگه ترامپ مکررن هر گونه تخلف را رد کرده و دموکرات ها را به تلاش برای مقصر شناختن او در یک عملیات بیپایه متهم کرده است. یکی به این نادان بگه اگه این عملیات بیپایه است، تو حساب کتابت صافه، چرا اینقدر میترسی؟ چرا دیروز پریروز روز شنبه 2 ساعت در سی‌پک صحبت کرد و باز رفت اینجا هم پرچم رو گرفت بغل کرد؟ اصلا پرچم بغل کردن دوستان از لحاظ اتیک فلگ، از لحاظ اخلاق و قانون پرچم غلطه. اصلا این که طرف شورت پرچم درست میکنه، کفش پرچم درست میکنه، اینا غلطه. متاسفانه دیدم خیلی از ایرانی ها الان شروع کردن توی راهپیمایی ها که میرن این پرچم رو به عنوان شنل، به عنوان بارونی، به عنوان پتو میندازن رو خودشون. غلطه دوستان، اول بخونید، یاد بگیرید استفاده از وسایل رو، بعد از اون وسایل و ابزار به نحو احسن استفاده کنید. خب امروز ما ساعت 5 یا 4:45 با آقای پرویز مینویی هم خواهیم بود. آقای پرویز مینویی برنامه مستقل از خودش از تگزاس به اصطلاح درست میکنه و من اینجا فقط کمک میکنم که صدا و تصویر ایشون از این تلویزیون به شما هم که بیننده تلویزیون مردم هستید برسه و پخش بشه و میبینید. بعضی وقتا من با ایشون 100% مخالفم، بعضی وقتا 100% موافقم. قرار نیست من و شما در همه چیز با هم توافق داشته باشه. میگه که انتظار میرود آقای مولر به زودی گزارش خود در این باره را تسلیم وزیر دادگستری آمریکا کند. متاسفانه وزیر دادگستری آمریکا، اون شخص جدیدی که باز ترامپ معرفی کرده و آمده، اونم ویشیواشیه. یه وقت میگه ممکنه من این رو بذارم مردم استفاده کنن، یه وقت میگه که نه، باید ببینم به اصطلاح چیزای محرمانه داخلش نباشه. معمولا چون این از طرف ترامپ انتخاب شده، انتظار میره که این هم یکی دیگه از همون اطرافیان ترامپ باشه که با گنگ ترامپ آمده اینجا و باید امیدوار باشیم همه اینها به زودی پاکسازی بشن. و اما آریان پرودکشن با افتخار تقدیم میکند امید 9 مارس واشنگتن دی سی فیچرینگ دی جی آنی. بهتون گفتم دی جی آنی من باور دارم اولین دیجی هست، بانوی هست که در این منطقه به اصطلاح تو کار موزیک و موسیقی و چیز بوده، مهمونی ها و جشن ها و اینها، و کارش هم خیلی قشنگه، میتونه قشنگ ارتباط برقرار کنه با حضار در اون جلسه و آدم خیلی خوبی هم هست، خانم خیلی مهربان و خیلی راحتی هست. مجللترین جشن نوروز 98 با حضرت عشق امید در تالار باشکوه چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا. بعد توضیح دادن آدرس چری بلاسم 46110 لیک سنتر پرازا، جای بسیار خوبیه، از لحاظ ترافیک و اینها راحت هستید، از لحاظ پارکینگ راحت هستید، جای تمیزیه. چند سال هست که دوستان اینجا رو راه انداختن، خیلی قشنگ مرتب، و من چندین برنامه تا حالا اونجا رفتم. آقای ستار بود، دیگه کی بودن، خیلی برنامه های زیادی اونجا رفتیم و هر شب که رفتیم اونجا
خوش گذشته. همین که دوستان ایرانی رو ببینید، این هنرمندان تا هستن و تا میتونن مسافرت برن میبینیم، اینجا قدرش رو باید بدونیم. میگه که هر بلیت 125 دلار، وی آی پی هم دارن 150 دلار. بعد نوشتن که هر بلیتی به اصطلاح کنسرت که میتونید استفاده کنید، بعد سبزی پلو و ماهی و چای و قهوه و به اصطلاح نوشابه یا نوشیدنی و پرژن سویت شیرینی هم هست و کش بار اویلیبل. کش بار یعنی اونایی که مشروب میخورن میرن خودشون پول میدن مشروب میخرن. وی آی پی تیکتز اند انفورمیشن، شماره تلفنش هست 571-242-02-26. منتظر هستم که ویدیو یا به اصطلاح آگهی اون بالش سه نفره هم بیاد. این هم همونه، مجللترین جشن نوروز 98 در تالار باشکوه چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا 9 مارچ 2019، همین شنبه‌ای که میاد، امروز چهارم. دوستان دیگه صبر نکنید تا لحظه آخر. خب و اما این بالش سه نفره هم بذارید من اینو تنظیم کنم که از بالا دیده بشه. این هفته بعد هست، یعنی بعد از برنامه آقای امید میرسیم به برنامه تئاتر نوروز سلیبریشن فور دی فرست تایم این واشنگتن دی سی، دی بیست کمدی شو این پاست 20 ایرز. میگه در بهترین تئاتر کمدی در 20 سال گذشته، سدادی مارچ 16، 16 مارچ، کمدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر بعد از 3 دهه، فرزان دلجو و آیلین ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش. بالش سه نفره، نو ایج لیمیت، یعنی دیگه بچه ها نمیتونه مثلا بگی 12 سالش نیاد فلان، نه، هیچ محدودیت سنی نیذاشتن. نمایشی از فرزان دلجو و در سالونی هست در نووا، نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج، ارنست کالچرال سنتر، جای بسیار بزرگ قشنگ در اناندل. اینم خیلی راحته، بغل 495 هست و از لحاظ پارکینگ هم هیچ مشکلی نخواهید داشت. اینم شنبه هفته بعد هست و شماره تلفن هست 571-242-02-26. آمریکایی‌ها میگن first thing first، یعنی اونی که اوله اول. فعلا اول شنبه اول آقای امید، و شماره تلفنم براتون خوندم 571-242-02-26. به انگلیسی میگن 571-242-02-26. تماس بگیرید و من هم اونجا خواهم بود به امید دیدار شما. خب اینم از این و بریم ببینیم که چی گذاشتیم برای شما در این چند دقیقه‌ای که هستیم با شما، بخونیم و بگیم و نشون بدیم. میگه من trap in snow for 5 days، اینو داداشم برام فرستاده. میگه یه آقایی با ماشینش توی برف گرفتار میشه، بعضیا میرن یه جایی این جی پی اس بهشون میگه بپیچ لفت بپیچ رایت، مثلا نقشه تابستونه که از تو این پارک شما رد بشی بری اون ور، جی پی اس که نمیدونه حالا زمستونه. وقتی میره اونجا مثلا این جاده بسته شده، بعد برف انقدر گرفته که دیگه نمیتونه بره. خلاصه دلایل زیادی هست، نندازیم همه رو سر جی پی اس. این آقا گویا گرفتار شده و میگه توی برف 5 روز با تاکو ساس، این خوراکای اسپانیش هست، همون نون لوبیای خودمونه. آقا فرزاد، نون آلوی خودمونو اینا یه جوری دیگه به اصطلاح کردنش برای قرن بیستم، نون و لوبیا هست، بعد به جای آب لیمو که اون آقای میریخت، اینا میان یه سس تند، یه فلفل قرمزی هست که با آب به اصطلاح قاطیش کردن. حالا دیگه چجوری با بهش میگن تاکو ساس، اسم این نون آلو اینا تاکوه.
همین آقای پورتاش بود اگر اشتباه نکنم توی فیلمی راجع به ناچوز صحبت میکرد، گفت ننه چیه این ناچوز منو بردن اونجا، گفتن این گفتم چیه، گفتن ناچوز، گفتن شما هنوز به من ندادین میگین ناچوز بود، ناچوز بهش گفت بودن که ننه سلیمه، ننه سلیمه. در صورت همیشه یه مقداری سس تاکو تو ماشینتون نگه دارید که اگه یه جایی گیر افتادید بتونید ازش استفاده کنید و نمیدونم چجوری پنج روز با این زنده مونده. آقای هوشنگ آریانپور لطف کردن یک ویدیویی رو فرستادن از نوریزاد و من اول برنامه اگه راجع به دکتر نوریزاده صحبت کردم، دکتر علیرضا نوریزاده با این آقای محمد نوریزاد که با آخوندا بوده بعدن در افتاده باهاشون و من دوبارم باهاش مصاحبه کردم فرق میکنه. اتفاقا با دکتر نوریزاده هم دوبار مصاحبه کردم. بمانه من برای آقای آریانپور نوشتم به نظر من این آقای محمد نوریزاد سوپاپ اطمینانی هست برای آخوندا به دو دلیل، و ای کاش شاه هم اینقدر دانا بود که همچین کاری انجام میداد، چند تا از این سوپاپا رو گذاشته بود که این فیس مردم در میره، چون انقلاب فیسی بود دیگه، فیس کردن انقلاب کردن، و اگر دانا بود سوپاپ میذاشت اینجوری نمیشد. و این دو تا استفاده که برای آخوند داره چیه؟ یکی این که وقتی اینا رو میفرستن من و شما مشغول میشیم، دلمون خنک میشه ببین چی گفت، آفرین به آقای نوریزاد. دیگریش اینه که اگه شما ایراد گرفتی که آقا این چه حکومت دیکتاتورشیپیه، میگن آقا چه حکومتی، بیا نگاه کن آقا راست راست را میره، توش ایران گفتن شق شق، راست راست را میره، به ما فوش میده، به ما توهین میکنه، به مردم میگه بر علیه ما تظاهرات کنن، به مردم میگه ما رو به دادگاه ببرن و ما هیچ کاریش نداریم. دوستان شما چی فکر میکنید درباره آقای محمد نوریزاد؟ افرادی مثل این آقا، البته یه فلسفه دیگه پشت این هست، همه میگن خب اگر ما اینا رو قبول نداشته باشیم و فقط وایسیم تا روزی که اینا زندان میفتن، تا روزی که اعدام میشن، تا روزی که کشته میشن، تا روزی که سر به نیست میشن مثل آقای سعیدی سیرجانی، بعد اون موقع بگیم اعداد بیداد. چون سعیدی سیرجانی هم همه میگفتن این مأمور آخونداست و از طرف خود آخوندا اومده آمریکا چنین و چنان، چه باید کرد نمیدونم. آقای بیژن فرهودی، آقای روح الله زم، روح الله زم که بچه آخونده، نه غیرتی داره نه چیز، ولی امیدواریم بیژن فرهودی هنوز یکم غیرت داشته باشه بعد از این پولای آخوندی که خورده، بیاد خودش رو مسئول بدونه. شما در قبال بیننده خودت که منم یکی از اونها بودم مسئول هست، شما باید بیاین بگید اشتباه کردید و دیگه توی این دامها نخواهید افتاد. نه اینکه آقای زن بیاد بگه حالا فعلا که اوضاع آروم، منم یه مدت برنامه نمیذارم تا بعد. همون موقعی بوده که اینا گندش بالا اومده و نشستن فیلماشو ردیف کردن، چون اصلا لاس میزنه. من نمیدونم این همجنسگران، همجنسگران هم اینجوری با هم دیگه لاس نمیزنن روی فیس تایم و نمیدونم اسکایپ و اینها. این هم از این ماجرا. نوریزاد، متفاوت ترین ویدیو از نوریزاد که تا امروز منتشر شده. هر ویدیوی ایشون درست کرده همه فکر کردن این متنوع ترین و متفاوت ترین و انقلابی در راه است، هیچ اتفاقی نیفتاد، اینها سوپاپ. و اما یه ویدیو یه نفر برای من یک خبری رو یه نفر برای من فرستاده، به نظر من چیز مهمی نیست، خیلی از این برنامه ها بوده تو آمریکا تو جاهای دیگه. میگه اینجا یه دانش آموزی مجبور شد بچهش رو بیاره، دخترش رو بیاره سر کلاس تا پروفسورشون اون رو نگه داره و این بتونه به درسش چی کنه. من الان متوجه نمیشم این یعنی این آقای پروفسور این کلاسه و بچه اون رو نگه داشته که اون بشینه درس بخونه. نمیدونم اگه کسی اینجوری واقعا مدرسه میره و درس بخونه، حالا بعد که درسش رو خوند و یا لیسانس یا فوق لیسانس یا پی اچ دی شو گرفت، میخواد چه کار کنه، میخواد از کی کمک بگیره بچه رو نگه داره. آقای نیساری میگه سوربی جان کاملا درست میگی، این آقا نوریزاد تبرزاده توی زندان بهشون اتاق خصوصی دادن، مثل هتل بیان و برن و زندانی ها رو مطیع کنن. خوشتون اومد دوستان. اینه که طرف میگه آقا این چه زندانیه که مرخصی داره، طرف میاد مرخصی. بعد بهتون گفتم اولین بار آقای
حسیبی شماره تلفن باطبی رو به من داد، احمد باطبی. احمد باطبی یه جورای همشهری ما هست آقای نیسانی، یا اینو میگه، و گفت که با این تماس بگیر. سال 2003 بود، اصلا دقیقاً یادمه اون خونه، دو تا خونه قبلی که بودیم، من یه پنجره داشتم به طرف خیابون، طبقه دوم بودم و اینها، قشنگ یادمه وقتی زنگ زدم آقای باطبی از ایران گفت که بله خیلی ممنون، از آقای حسیبی هم تشکر میکنم، تبرزدی البته، آه شما گفتی تبرزاده، من خوندمش تبرزدی، بله، و این احمد باطبی اونی که پیرن خونی گرفته بود دستشو، بعد یک عکسی رو برای 100 یورو یا 100 هرچ پوند فروخته بودن، اینجوری شد. این گفت که گفتم آقای حسیبی به من گفته با شما مصاحبه کنم، چجوری شرایط ایرانی ناگو؟ نه آقای صحبی، الان من از زندان آمدم بیرون که هم برم دکتر دندونام و اینا رو درست کنم، هم امتحانات آخر سال رو بدم، و بهتر الان مصاحبه نکنیم، یکی دو هفته دیگه. من اون موقع اولین بار بود که شنیدم. گفتم شما میگی زندان مرخصی؟ گفت بله اینجا به ما مرخصی میدن. که بعد یکی اون عکس فخرآور و همین آقای باطبی رو در لباس زندان، در اون عکاسیایی که من و شما عکس پاسپورتمون رو به این قشنگی نمیگیریم، من و شما عکس خانوادگیمون رو به این قشنگی نمیتونیم داشته باشیم، که آخری فخرآور آمد گفت که بله ما این لباس ها رو از زندان کش رفته بودیم و آمدیم توی عکاسی، رفتیم بیرون عکس گرفتیم. خدا میدونه تو زندان ها این آخوندا با این فخرآور، با اون باطبی، با این تبرزدی، با این نوریزاد چه رابطه هایی دارن و چه میگذره، چون تا امروز حقیقتی از اونجا بیرون نیومده. آقای چیه؟ ارژنگ میاد، والا پیرنی که اون پوشیده از پیرنای من که اینجا اتو میزنن میارن دم در میذاریم تو پلاستیک تا روز که میخوام بپوشیم، اتوش محکمتر، و اون چی میزنن، این وسایلی که میزنن استارچ بهش میگن، استارچش بیشتره، باش میگم بهش میگفتم با خط اتوش میشه خربوزه قاچ کرد. تو زندان میشینه ویدیو میگیره، بعد آقای فخرآورم تازه به ما زنگ میزنه چرا ویدیو اینو پخش نمیکنی، میگم مردک خودت ویدیوشو نگاه کن، من اینجا ویدیو به این کوالیتی، به این کیفیت نمیتونم تولید کنم، این چه استدیویی بوده که این ویدیو رو تو زندان برای این تولید کرده؟ دوستان کارمون خرابه. اون آقای بهمن عظیمی کمونیست که داره میگه سلام سرخ تقدیم به شما، برید حالا گروه های 3-5 نفره درست کنیم که چی بشه، که چی بشه؟ آقای عظیمی، همه کمونیستا دارن میگن که ای کاش شاه ما رو فرستاده بود، چند روز رفته بودیم روسیه، فهمیده بودیم چه جوری مردم بدبختن، برمیگشتیم همون سیستم پادشاهی رو ماچ میکردیم. حالا شما تازه بعد از 40 سال که مردم شاه رو پشت سر گذاشتن، شیخ رو تا اینجا پیر کردن و میخوان از شهرش راحت بشن، شما ما رو میخوای ببری کمونیست کنی؟ چه باید کرد آقای نیساری؟ چه باید کرد؟ بله رابطهشون بیشتر پشت به پشت. خب ببینیم یاهو چی گفته. بله این همون پروفسوره، ببندیم این رو، این رو هم من بفرستم. یه برنامه داشتم قبل از این برنامه با آقای حسن حیرانی، عضوی که از چیز جدا شده به اصطلاح از سازمان مجاهدین یا فرقه رجوی، به قول اینها الان بهش میگن فرقه رجوی، چون میگن اون موقع سازمان بوده که ما پیوستیم ولی الان فرقه شده، به همین دلیل ما جدا شدیم. و حتما ببینید حدود 2 ساعته، یعنی 100 دقیقه بیشتر، 1 ساعت و 50 دقیقه، و ببینید که اینا واقعا چی میگن از درون سازمان و سازمان چگونه، اگر اون موقع فکر میکردیم این سازمان در عرشه، امروز چجوری به فرش رسیده، و بعد از فرش حتما دیگه زیر فرش. خب ببینم اینجا براتون چی گذاشتم، من این لینک رو برای دوستان در کانون آوا بفرستم و بیام خدمت شما. یک لحظه اجازه بدید اینجا، بله اینجا می‌نویسیم امروز،
این لینک اینها میذارن روی صفحه کانون آوا، آوا خط فاصله association.com، روی یوتیوب میمونه، روی فیسبوک هم که همون اوریجینال و اصلیش باقی میمونه، شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز ببینید. و اما این ویدیو رو تماشا کنید. من وقتی که خب آلمان بودم، مخصوصا بعد از اون انقلاب که تو ایران حجاب و روح چی و اینا اومده بود، چی میگن روپوش و اینها، یه دفعه رسیدیم به آلمان، دیدیم این پسر دخترها توی قطار چه کارها که نمیکنن اینها، یه مقداری هم چندشاور بود، حقیقتا آزادی جای خودش ولی یه مقدار چندشاور بود. حالا میخواستم یه ویدیو در اون رابطه بهتون نشون بدم ولی قبلش این یکی باز شد، اینو ببینیم تا بعد برسیم به اون. نظر شما رو هم در این مورد بپرسیم که نظر شما از آزادی، درباره آزادی چیه؟ واقعا آزادی باید آزاد باشه یا آزادی هم یک حد و مرزی داره؟ ولی نظر شما درباره دوربین هایی که جاهای مختلف گذاشته میشه چیه؟ این یکی رو نگاه کنید ببینید چه اتفاقی میفته. ماشین عقب عقب رفت، زد به این دوتا، زد به اون یکی سه تا، زد به این دوتا پنج تا و هرچی هم پشت دوربینه که ما نمیبینیم. من نمیدونم این چیه، تازه حالا شیشهش تمیز میکنه، باریکلا. اینه که من یادمه تو آلمان اگر شما ماشینت روش برف بود رانندگی میکردی اینا، پلیس میمد شما رو نگه میداشت، میگفت باید تمیزش کنی، نمیتونی اینجوری رانندگی کنی چون دیدت محدود میشه، تصادف میکنی. بذار ببینم این ویدیوی اولیه یا اول، من دومی رو باز کردم، راجع به این آزادی میخوام براتون صحبت کنم. نه این همونه، اول دومی رو باز کردیم، حالا دوم اولی رو باز کنیم ببینیم چه می شود. دانلود و اوپن. بله این اون آزادیه و شما نظرتون چی هست؟ اینجا بله احتمالا سالن فرودگاه هست یا هتلی جایی هست، مردم منتظر نشستن و این خانم هم وقتی بهتر از الان پیدا نکرده که سوار دوستش باشه. ببینید الان شما نظرتون چیه؟ البته یادتون باشه تو کار تلویزیون و سینما و اینها میگن هیچ چیزی، هیچ حرکتی سورپرایز نیست. حتی اونایی که به عنوان سورپرایز به شما نشون میدن میگن اینها سناریو براش نوشتن. همینجا شما اگه دقت کنید اون کیفه چمدونه خالی بود، حالا درسته بازش کرد یه دوتا چی از داخلش افتاد پایین، بعد اگه دقت کنید این آقایی که انتخاب کردن کوچولوه، اون یکی بزرگه که این بلندش کنه بکنه تو چمدون و اینها. ولی نظرتون چیه؟ احتمالا شما هم یه جاهایی یه چیزای اینجوری دیدید. آمریکایی ها تا یه چیز اینجوری میبینن میگن get a room، یعنی برو یک اتاق پیدا کن یا برو یک اتاق اجاره کن و هر کاری میخوای اینجا انجام بدی، لازم نیست در ملای عام باشه، برو اونجا. ضمن این که آزادی هم هست. و اما لیست 75 مشکل اساسی کشور، این خیلی جالبه. 10 سال پیش همین رژیم آخوندا خودشون آمدن این لیست 76 قسمتی رو تهیه کردن، نوشتن. حالا یه نگاهی کنید، مرور کنید، اگه خواستید براتون میفرستم ببینید توی 10 سال گذشته اینا تونستن حتی یک دونه از این لیست کم کنن یا تعداد زیادتری بهش اضافه کردن. نوشته در سال 1387، یعنی 10 سال قبل، مسئولان دولت آن روز
آن روز اداره کشور لیست مشکلات را به این شهر ارائه کرده بودند. پس از گذشت یک دهه سوال این است که کدام یک از این مشکلات را توانستند برطرف کنند و این در حالی است که ده ها مشکل دیگر، اگر نگوییم صدها، به این لیست اضافه شده. لیست 76 مشکل اساسی کشور، بعد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فهرست اینو نوشته، بعد میگه از لحاظ فرهنگی اجتماعی: یک، تسهیل ازدواج و تحکیم نهاد خانواده. دو، تقویت مساجد و اماکن مذهبی و نهادهای فرهنگی مردمی. سه، تهیه پیوست فرهنگی طرح‌ها و ارتقای نظام اطلاع رسانی. چهار، تعمیق فرهنگ ولایت و انتظار. تعالی ببینید، ولایت، نمیدونم، مساجد، ترویج شیوه زندگی اسلامی، تحکیم هویت اسلامی، اهتمام به زبان و ادبیات فارسی، جریان سازی فرهنگی و دشمن. اینو من اگه بتونم تو فیسبوک میذارم، اگه کسی هم از طریق یوتیوب و تلویزیون مردم میبینه و دسترسی به فیسبوک نداره، اگه میخواد من براتون از طریق ایمیل میفرستم، به شرطی که شما یک ایمیل بفرستید یا به usa.sorbi@gmail.com یا از این ساده تر info@mardomtv.com و بگید اون لیست رو برای ما بفرستید. میگه شاه مجاهدین اولیه را سربه نیست کرد، رجوی و چند تای دیگر را به دستور بیگانه برای همچین روزهایی نگه داشتند که جایگزین برای مردم فروش دیگری هم دستشون باشه. هر وقت جایگزین بهتری برای مردم فریبی پیدا کردند، اون وقت کار مجاهدین رو هم تموم میکنن. من خندم میگیره آقای نصاری که مجاهدین نشستن انتظار دارن که ترامپ و ادمینستریشنش، این به اصطلاح دولت ترامپ، برن بریزن و بزنن و اینها کلید ایران بدن دست مجاهدین. یعنی یه سازمان اجتماعی سیاسی ارتش آزادی بخش میتونه اینقدر احمق تشریف داشته باشه؟ به نظر میرسه بله. و متاسفانه تر این که افرادی، طرف فیزیست یعنی دکترای فیزیک داره، آقای غلام ترشیزی، افرادی مثل اینها هم دنبال اینها هستن. ولی اگه بهش بگی چرا پسر خودت نمیره، آقای فیلابی، چرا پسر خودت نمیره، چرا دختر خودت نمیره، آقای ایکس، چرا پسر خودت نمیره، دختر خودت نمیره، اینا جوابی ندارن و یه سری مزخرفات تعبیر شما میده. در صورت ممنون و متشکرم. بله، از اینکه همیشه یه عده‌ای رو در آب نمک میخوابونن هیچ حرفی نیست. میگن که اگر در گوگل روی نقاط ضعف جمهوری اسلامی کلیک کنید، به زبان خامنه ای پی به نقاط ضعف رژیم خواهید برد. نقاط ضعف جمهوری اسلامی، یک خطایی هم دارم من به مسئولین، یک خطابی هم دارم به مسئولین خودمان، که البته این شامل خود حقیر هم میشود و عناصر سیاسی، عناصری که در کار سیاست فعالن، فکر میکنن مینویسن میگوین اقدام میکنن، هم به اینها هم به مسئولین حکومتی. اولا ما از دشمن خارجی گفتیم، اینهایی که گفتیم تحلیل نبود، واقعی بود، خبر بود، اطلاع بود، دشمن خارجی هست، اما این موجب نشود که از ضعف‌های خودمان غافل بشویم. تازه فهمیدن هی نباید بگن مرگ بر آمریکا، یه جوری باید بگن مرگ بر خودمون. اون گفتم ترامپ رفته اینجا توی سی پک پرچم رو بغل کرده، این اولین بارش نبوده، ولی این یکی دیگه خیلی بدتر بوده، چون مثل که اصلا حال هوای خودش رو نداشته. نمیدونم این که مشروب نمیخوره، سیگار نمیکشه، دوا نمیکشه، چه چیزی مصرف میکنه که بعضی وقتا از حالت عادی بیرون میره. و این کار میگن اصلا خلاف فلگ اتیک هست. حمله ترامپ به کاندیداهای حزب دموکرات، گفته آمریکا سوسیالیست نخواهد شد. آغاز رسمی کارزار انتخاباتی برای سندرز در برابر تمکاری نظام سرمایه‌داری می‌ایستیم، سندرز گفته. و 14 نفر تا امروز کاندیدای ریاست جمهوری شدن از حزب دموکرات. یه نفر هم که خودش مستقل آمده، اون کسی که صاحب استارباکس بوده، این 15 نفر از
ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها کسی هنوز نیمده که از حزب خود جمهوری خواه همین ترامپ جلوی این وایسه. دو سه نفر صحبت کردن ولی کسی هنوز اعلام نکرده. هیئت تحریر شام 10 عضو داعش را در ادلب اعدام کرد. این ادلب همون حلبه که ما میگیم، نه اینا میگن ادلب. و نیروهای دموکراتیک سوریه حدود 300 مظنون به عضویت در داعش را آزاد کردند. ترامپ میگه ما داعش رو نابود کردیم در سوریه، سوریه میگه ما 300 تا که مظنون بودن امروز آزاد کردیم. واقعا روزگار غریبی است نازنین. و اما زمزم، این همون ماجرای روح الله زم رو براتون پخش میکنم که ببینید چگونه این هم در دام افتاد. و این برنامه آقای حسن حیرانی رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. و اما یک فیلم نیمچه کارتونی واقعی رو من برای دوستان فرستادم. یکی دوستمون که در خلیج فارسه که نوشته بود من قلبم به درد آمد، یکی برای آقای پتیک فرستادم. فتیک نوشته که من تنم بیشتر لرزید. کاکو ما کجا میریم؟ از ماست یا از دیگران؟ کشورهای دیگر هم که انقلاب کردن بر همین روال بوده. سرم به درد آمد، به چه و چه کسی باید پناه ببرم؟ میگویم خوب شد که من بیرون آمدم، ولی همون موقع بلا فاصله میگم خب دیگران چی که در داخل هستن. در اصل ممنونم از پتیک عزیز. این فیلم رو هم بعد از برنامه آقای مینویی براتون میذارم، فیلمی که حکایت میکنه از ماجرایی که در ایران الان چی میگذره، ماجرای این پرده های بکارت، ماجرای دکترایی که توی سیاه بلک مارکت چی میگن بازار سیاه کار میکنن. و نمیدونم واقعا میشه بگیم قرن 19 هم اینجوری بوده، مثلا ماجرای اون ابورشن یا کورتاژ میگفتن، سخت جنین و اینا رو توی اتاقای کثیف غیر قانونی بوده، یواشکی انجام میدادن، خیلی از زنها میمردن به خاطر که عفونت میکردن و اینها. ولی الان که میتونن بهداشتی تمیز با برنامه بچه بخواد، یه عده نادان باز اینایی هستن که بنیادگرا هستن. بنیادگرا رو اینجا بهشون میگن فناتیک، مثل ترامپ، مثل جمهوری خواهای تندرو. اینا میگن نه خدا خواسته این بچه بیاد، ولی یکی بهشون نمیگه این خدا کجاست که این همه بچه گرسنه نمیخوابن، این همه بچه تو پرورشگاه هستن و شما اگه بچه میخواین برید نار از پرورشگاه ببرید خونه. خدا نیست. به یکی گفتم خدا کجاست، که خدا تو کونه آقا شجاست. بیننده های ما رو ببین تو رو خدا، از خود ما بی تربیت تره. هم نداره، همینجوری خوب احساس راحتی میکنی. در اصل دوستان عزیز ممنونم که با ما بودید. 27 دقیقه هم اون ویدیو هست، میذارم براتون نگاه کنید. و برنامه امروز رو به پایان میبریم. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بذارید براتون بخونم چند تا ایمیل دیگر رو برای اون دوستمون که در خلیج فارس هستن و چهارشنبه ها برنامه گفتار عقل بشر رو تهیه میکنن میفرستن. همین فیلم رو که فرستادم، ایشون گفت دلم درد آمد، در گفتاری من این را توضیح دادم، برای طرح خانه باید صاحب خانه را شناسایی کنم. این عمامه به سران چی و کی را میشناسند؟ همه حکرانان همه مردم را نفهم میدانند. فایده ندارد تا تغییر معیارهای اقتصادی اجتماعی، انسان همینطور در منجلاب خواهد بود. بذارید این فیلم را هم من براتون بذارم اینجا، یک لحظه یک کمش بهتون نشون میدم، بذارید بیاد شروع بشه. جالبه فیلم زیرنویس عربی براش گذاشتن، با فارسی صحبت میکنن ولی زیرنویس عربی و انگلیسی. و اینو چه شرکتی تولید کرده، چقدر مخارج. این روزا البته ارزون شده این زیرنویس نوشتن، مثل قبلا گرون نیست. با هم یه دو دقیقهش رو ببینیم. گفتم صد تون بیا و با ما به هزین باش عمو جون.
اسم چی عموتون؟ تو به مامانت یه چیزی بگو. بهش بگو من فقط همینو دارم. با این فوقش برای ساک میزنم. بزن اگه چی بهتره. همین اندازه بس. اگر هنوز قلبی داریم و وجدانی داریم باید به فکر فرو بریم و کاری انجام بدیم. حالا ببینیم اونایی که ادعا میکنن رهبر جنبش های اپوزیسیون هستن، آقای روح الله زم که گندش بالا اومد، شازده که با ققنوس و ققنوس و مغنوس و کوفت و زهر مار و کسی دیگه ای هم شما سراغ دارید، پس بذارید ما هم بگیم که بریم. از برد دامن کشان رفتم اینا مهربان. روز روزگار بر شما خوش. برنامه چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک شرق آمریکا پخش میشه. امیدوارم شما هم درباره این موضوعاتی که صحبت کردیم نظر خودتون رو بذارید اینجا. براتون شماره تلفن بزنم با این شماره تلفن 202-695-2573 با ایریا کد آمریکا تماس بگیرید. و قبل از اینکه زنگ بزنید به نظر من روی تیک کاغذ برای خودتون بنویسید که نظر من درباره این به اصطلاح فیلم روح الله زم این است، درباره اون فیلم این است و درباره اون کمونیستا این است. خیلی قشنگ توضیح بدید که من که کم میفهمم متوجه بشم. از اینکه با ما بودید از شما ممنون و متشکرم. با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.